توربو کامپاوند سلام این یه دونه رنوتی نیو معمولی نیست و جدیدترین کامین رنوتی نیو فیس است که تا به وارد ایران شده رنوتی نیو فیس توربو کامپاوند که نسبت به رنوتی های نیو فیس دیگه سری تفاوت رو داره و این جدیدترین ساخته رنو است خیلی کامین جذاب و جالبیه و اما تفاوتش نسبت به نسل قبلی چیه این ماشین این موتور توربو کامپاند داره در واقع موتور نسل جدید کانهای های رنو هست که نسبت به نسل قبلی سری تفاوت رو داشته که بهره وریش از سوخت بهتر باشه و مصرف سوخت کمتری داشته باشه به همین دلیل هم معروف شده به رنوتی توربو کامپاند اما توربو کامپاند چیه توربو کامپاند سیستم جفت سوپر است که در واقع سوپرشون دو تا پره داره دو بار از گازهای ورودی انرژی میگیره و اون رو دوباره برمیگردونه به مدار تا اینطوری از سوخت استفاده بهتری بشه و به همین دلیل هم است که این ماشین معروف شده به توربو کامپاند موتورش سیستم جدید توربو کامپاند داره اما بجز اون سیستم پیستونای مواج هم این موتور داره که جت سیستم است که داره روی کامون استفاده میشه و باعث میشه که مصرف سوخت ماشین 20 درصد کاهش پیدا کنه 10 درصد تولید آلندگیش کمتر باشه و از اینکه بگذاریم شتاب ماشین هم خیل خیلی خیلی بهتر شاید فکر کنید که این موتور موتور ولوا خب دقیقا درسته این موتور توربو کامپاند رنو تو نیو فیس. دقیقا همون موتور آیسیو هست و نکته بیاد بهتون بگم تو کامرهای رنوی ای که اینجا این برچسب بشه رنگ مشکی هست این برچسب مشکی نشونه اینه که موتور مشابه با ولوو داره داره یعنی موتورش سرسیلندش هم همون سرسیلند ولوو است همینطور که میدونید تو تمام کامرهای رنو از سال 2011 بعد موتور گیربکس شاسی همون موتور گیربکس شاسی کامرهای ولوو اما تو اونایی که تو نسخه های تی برچسب مشکی است دقیقا سرسیلند هم همون سرسیلند ولوو است دیگه هیچ تفاوتی بین دو تا موتور نیست این موتور توربو کامپاند رنو تی نیو فیس هم همون موتور آی سی ولوو که الان داره تو دنیا استفاده میشه و یکی از کم مصرف‌ترین و بهترین موتورهایی که داره تو دنیا استفاده میشه اما تو ایران آنچنان مورد پسند نیست چرا چون میگن این موتور دیاگش آنلاین باید باشه و وصل بشه به سیستم مرکزی ایران هم تحریمه و این موتور تو ایران نمیتونه دیاگ بهش بخوره و اگه گازوئیل بعد ایران رو مصرف کنه ممکنه گای براش سری مشکلات ایجاد بشه از اون که بگید ماشین دونه نسخه خاص و تمام فول اپشن اول رنگ استخونی بسیار جذاب داره دوم اینکه چراغای 2024 ببینید دو تا خونه اینجا خاموش میشه که نسبت به نسل قبلی متفاوتش کرده ماشین تمام فوله و دوربین 360 درجه داره دوربین هم اینجا داره هم دو طرفش در واقع و همین که میتونید بیاد پشت کابینم ببینید دوربین پشت کابین هم اینجا هست که وقتی دند عقبش فعال بشه این لنز برمیگرده و این دوربین باز میشه و تصویر پشت رو برانده نشون میده نشونه موتور آی سی و توربو کامپاند بودنش هم بیاد اینجا رو ببینید که اگزوزش حسیری هست و این اگزوز حسیری که دیگه نشونه کارهای آی سیف هست و این هم هست. این ماشین کوله رجا رو داره شاسی هشت میل رینگا همه استیل فابریکی و این جالب دیگه به حتی قالپاقش هم فابریکی ولو هست با شماره فنی داره این 20 25 میلیون حداقل فقط پول این دوره قالپاقه چون استیل اصلی ولو هست ماشین تمام فول آپشن یه سری سیستم و ویژگی های رو دارم دیگه هم داره مثلا چی مثلا سیستمی رو داره که تو گیروکسش استفاده شده وقتی ماشین رو حالت کروز خودکار هست بر اساس توپوگرافی که از جاده در اختیار داره میدونه که مثلا اینجا جاده سرباله یا اینجا سرزیری و بر اساس اون دندش اتوماتیک خودش تنظیم میکنه که خیلی سیستم پیشرفته ایه میریم داخل ماشین اطلاعات دیگه شما بهتون میگم تو این ماشین اختصاصی است ببینید چند وسط نوع تالت رو داره که ما تو کامرهای دیگه رنو نبینیم خیلی جالب و با کیفیت و جذابه تنظیم و تمام این باله ها انجام میشه به صورت بادی و گرمکن و سرد کن رو هم صندلی داره بریم سراغ داشبوردش تفاوتش نسبت به نسل قبلی این صفحه دیجیتال تمام لمسی است که تو سری 24 اش قابلیت‌های جدیدی مثل نویگیشن کنترل و حالا سیستمی که بر اساس توپوگرافی جاده سرعت ماشین رو تنظیم کنه تو خودکار رو هم داره اینجا کلای منو کروس کنترل و اطلاعات دیگه که مشابه رنو دیگه است اینجا رو ببینید اینجا ورقه ای رو میبینید که روی در استفاده شده که حالت کربن بلک رو داره این توی داشبوردش هم کشیده شده که واقعا جالب و جذابش میکنه تمام سنسوری ماشین داره گفتم بهتون دوربین 360 درجه ببینید اول من یه دنده عقب بزنم و تمام آپشن های ممکن رو داره بوق دنده عقب داخل کابین همینطور که میبینید یه دوخت و چرم اختصاصی داره یک نکته میدونید که این باز شدن این لمسی هست ببینید دکمه که میزنیم خودش میاد بیرون به و ماشین صفر یه صفحه دیگه ای رو داره و اتفاق واقعا عالی کابین کامل های رنو این بخش هم دیگه تمام تنظیمات شیشه ها و ضبط و نور داخل کابین و همه اینا وسیله این ریموت انجام میشه کابین رنو واقعا با کیفیت و عالی هست این هم از این بخشش میرونی سانروف و پردم برقی هست و اطلاعات دیگه این هم از چراغ مطالعه و جعبه های بالا و این نکته هم که هست چون ماشین اسپیشیال میبینید اینجا هم یه دونه مشکی رو کار کرده که واقعا جالبش کرده این است رلاتی توربو کامپاند از تنگ نکته که این ماشین داره اینه که بر اساس توپوگرافی که از جد در اختیار داره رو کروز کنترل اوتوماتیک هست میتونه تنظیم کنه که توی چه سربالایی چه دنده ای رو بوده و توی چه سراز چه دنده‌ای دیگه, دیگه باشه تا سخت ماشین بیاد پایین باشه شتابش هم بهتر باشه ولی این خب قابلیت تو ایران متاسفانه کار نمیکنه اینم از رنوتی 2024 توربو کامپاند جدید امیدوارم که از این لذت برده باشید اگه نظری داشتید حتما برای ما کامنت کنید خدا نگهدار